درود بر شما که بیننده فراسوی خبر امشب هستید. 20,000 برگ سند مفقود شده تخلفات سران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی که 30 میلیون کارگر و بازنشسته کشور بخشی از درآمدشون رو به حساب آن پرداخت می کنند تا از رفاه و بیمه اجتماعی برخوردار باشند، روز دوشنبه 8 مهر ماه در زیرزمین ساختمان این سازمان پیدا شد. در فراسوی خبر امشب و در گفتگویی با رفیق بهروز خباز، فعال جنبش کارگری که آخرین موقعیت شغلیش قبل از خروج از کشور کارگر سازمان تأمین اجتماعی بود، به بررسی تخلفات در سازمان تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت. رفیق بهروز عزیز، از اینکه این گفتگو رو قبول کردی ازت تشکر میکنم. ممنون زنید. خواهش میکنم. مقدمتا مقداری برای بینندگان فراسوی خبر درباره خود سازمان تأمین اجتماعی بگو. سازمان تأمین اجتماعی تلاش هایی که براش صورت گرفت در ارتباط با اینکه خدماتی خاص کارگران داشته باشه، این تلاش از سال 1301 شروع شد. بله. سال 1309 کارگرای راهن صندوقی رو با نام صندوق احتیاط کارگران راهن درست کردن که این به تصویب دولت رسید و دولت قرار شد که از طریق این صندوق به مسئله فوت شدگان و حوادث کارگری در راهن بپردازه. سال 1328 تبدیل شد به صندوق تعاون و بیمه کارگران. سال 31 توی دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق شد سازمان بیمه های اجتماعی کارگران. سال 42 سازمان بیمه اجتماعی کارگران شد. سال 54 این سازمانی که ما داریم میبینیم، این سازمان با وظایف مصادره شده جدیدی شد 25 تیر 1154، شد سازمان تأمین اجتماعی. این در حقیقت این سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده از اون ابتدا در خدمت کارگران و صندوق کارگری باشه. بله. اون چیزی که سازمان تأمین اجتماعی باید باشه با ما یک سازمان بیمه‌گر برای کارگران اون نیست. الان بعد از نخست وزیری دکتر مصدق این اصلا پاشیده شد و به مرور به واسطه ثروت هنگفتی که درش هست، این بیش از پیش مصادره شد، امتیازات کارگران محدود و محدودتر شد، تا الان که داریم میبینیم که خب حوزه علمی قم هم زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات بیمه‌ای میگیره، بسیج و سپاه هم خدمات بیمه‌ای میگیرن، کارفرمایان تا دلت بخواد چیز بیمه‌ای میگیرن، تمام کسایی که کارگر پرداخت میکنه حوزه علمیه. بله دقیقاً، 7% کارگر رو پرداخت میکنه. اگه تازه اون کارگر و کارفرما دست نبره به اون 7% کارگر برسونه به دست تأمین اجتماعی. بله. این حالا شما دارین میبینین که خدماتی که داره به کارگران داره میده روز به روز محدودتر شده، اصلاحیه سازمان تأمین اجتماعی در راه، دارن 7% رو میکنن 9%، بازنشستگی رو دارن میبرن بالا و الی آخر. یعنی میخوام بگیم که کارگرها باید بدونن که این قبلا توسط خود همکاراشون در 100 سال پیش درست شده و قرار بوده که در خدمت کارگرها باشه، نه در خدمت سرمایه‌داران. جنگ، در دوره جنگ این سازمان تأمین اجتماعی ناو جنگی برای جمهوری اسلامی خرید. از کجا؟ از پول جیب کارگران. بروز، به وسیله ذخیره و سرمایه این سازمان، یعنی حق عضویت کارگرها یا پولی که کارگرها، مالیات کارگرها پرداخت می‌کردن، این سازمان یه شرکت بزرگی هم تأسیس کرده که مخففش شستا، یعنی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی. درباره این چی میگی؟ ببین، شستا توی سال 65 تأسیس شد. بله. با هدف همونطور که گفتی ذخیره صندوق کارگری باشه و در خدمت این قضیه. اما
چیزی که پیشاپیش تصمیم گرفته شده بود گویا این نبوده، گویا ثروت عمده ای رو میخواست نهفته در خودش داشته باشه، بیش از 300 کار مجموعه و شرکت زیر مجموعه این هستن، 7 تا شرکت مادر، شرکت هلدینگ در درونش جای داره، 50% نفت رو اختصاص داده در رابطه با این شرکت هایی که داره در درون خودشه، 40% مربوط به سیمان، 50% مسئله ریلی، حمل و نقل و غیره و از این قبیل چیزها تا دلت بخواد در این 60 نهفته. یعنی به نظر من ثروتمندترین نهاد در ایران همین 60 هست که ارتش، سپاه، دولت توش نفوذ دارن و داره به اینا. به غیر از اینها شما میبینی که همین سال 91 هزار میلیارد تومان اختلاس شد، سال 90 و 90 این 39 هزار میلیارد هزینه چیزش بوده، سرمایهش بوده که الان در حال حاضر 9842 هزار میلیارد تومان سرمایهش. این سرمایه خب بله هر کسی رو به وسوسه میندازه، چرا بی توجه باشن، چرا اینقدر علم شنگه را انداخته بودن برای بردن این آقای دادستان سعید مرتضوی به چرا اینقدر رقابت هست بین جناها بر سر بالا کشیدن ثروت کارگران. این اینجاست به ما داره نشون میده که واقعا این داره تازه این تخلفایی که مجبور شدن اینا دیگه به مطبوعات رفته، همه فهمیدن چه اتفاقاتی داره میفته و در واقع اگر مجبور نبودن خیلی چیزا هم از طریق اتفاقاتی که افتاده ما نمیدونیم، مطبوعات نمیدونن و خب ممکنه در آینده ما شاهد این باشیم که اینا بیاد بیرون. بیروز این آخرین موردی که 20 هزار سندش 3 روز پیش در زیرزمین ساختمان تأمین اجتماعی پیدا شده یکی از موارد اون تخلفات و اختلاسایی که در سازمان تأمین اجتماعی و 60 تا صورت گرفته. تخلفات با توجه به اینکه شما اونجا کار کردی، کارگر بودی توی سازمان تأمین اجتماعی، تو این سازمان واقعا عادیه؟ ببینید تخلفات عمده، جزئیات تخلفات هنوز به اون صورت ما ندیدیم، ولی اون تخلفات عمده‌ای که بوده، ببین حقوق مستمری بگیران رو باید متناسب با تورم میدادن، یعنی ماده 96 قانون تأمین اجتماعی اینو میگه که مستمری بگیران باید متناسب با تورم دریافت بکنن، در حالی که الان بیش از 30% رسما دولت میگه که بانک مرکزی میگه تورمه دیگه. یا مثلا بدون اجازه بازنشستگان اومدن بیمه تکمیلی دی را انداختن، یک چیز سوری بوده، واقعیت این حدی که گفته میشه اصلا واقعیت نداشته، از حقوق کارگر کس کردن پیشا پیش کس کردن، این بدون اجازه، بر حسب قوانینی که وجود داره در تأمینش بدون اجازه بازنشستگان این کار امکان پذیر نیست و اینا این کار کردن. یا در رابطه با انتصاب هایی که چیز دادن، انتصاب هایی که صورت گرفته، مدیران خودشونو به چیز دادن، بردن منتصب کردن، یا اینکه در رابطه با مسئله قانون نوسازی صنایع 25 سال کارگرها باید بازنشست بشن، این کار رو انجام ندادن و از این قبیل چیزایی که ما داریم میبینیم. این تخلفات یکی دوتا واقعا نیست، این برجسته ترینه. تازه این تخلفم که کش شده توسط کارگران اون سازمان تأمین اجتماعی کش شده، یعنی اینا کمک کردن، دیدن که خب کارگرای تأسیسات در ساختمان مرکزی تأمین اجتماعی حق دارن به همه جا برسن، کلیدشو دارن، که گفتن که این همه چیز اینجا هست و یه چیز عجیبیه، اطلاع دادن و به ناچار اومدن دیدن که بله اینا دیگه کش شده و الان آقای محجوب داره این برانور داره مصاحبه میکنه، با ارتخوزش رو میده. این به گرده خود اون کارگرها بوده، کارگرها اینو فهمیدن، کارگرها خود سازمان تأمین اجتماعی اینو فهمیدن این قضیه رو شده، ولی وگرنه میتونست رو نشه. بله بروز
اختلاس قبلی 1000 میلیاردی که بهش اشاره، میلیارد تومانی که بهش اشاره کردی، تو مجلس متوقف شد تحقیق و تفحص در موردش. به نظرت سرنوشت این آخرین تخلف مدیران سازمان تأمین اجتماعی اگر کارگران و بازنشستگان خودشون به میدون نیان چه خواهد شد؟ یه تخلف دیگه ای هم که من یادم رفت بگم، مسئله اینو باید میبردم بازار بورس، طبق قانون باید اینو میبردم بازار بورس و اونجا خرید فروش صورت میگرفت. اینا به شرکت‌های انحصاری خودشون اینا رو بردن بدون اینکه ببرن تو بازار بورس. اما در ارتباط با اون چیزی که میگی، من فکر میکنم در رابطه با یا این یا هر عملی که در ارتباط با کارگران انجام میگیره، اگر دخالت کارگران نباشه، واکنشه، ما داریم اینجا توی این برنامه داریم میگیم واکنشه کارگران. امروز کارگران تشکل مستقل ندارن، امروز کارگران از نازل‌ترین سطح معیشت برخوردارن، حقی به نام حقوق رسمی و شناخته شده کارگری که در سطح دنیاست توی ایران ندارن. خب بنابراین ما از دستیافتنی ها باید صحبت بکنیم. ما میتونیم در آینده تشکل مستقل داشته باشه، ولی امروز همکارای ما بازنشستگان در ایران به هر نحوی که خودشون تشخیص میدن باید اعتراض و واکنش نشون بدن. و گفته شده 3000 مورد شکایت از این تخلف آخری وجود داره. آیا به نظر بازنشسته و کارگرها برای اینکه دفترچه های بیمه شون اعتبار داشته باشه باید بیمه تأمین اجتماعی باشن، باید این تخلفات عوامل مسببین عاملین و عاملینش رو به محاکمه بکشن؟ آیا شکایت فرستادن برای کمیته تحقیق و تفحص کافیه یا باید جلوس از تحقیق نه باشن؟ شکایت خوبه، شکایت باید باشه، اینا از طریق موادی رسمی حتما این کارا باید صورت بگیره که حتما گرفته. اما در خود بازنشسته ها ما فعالین کارگری رو سراغ داریم که بسیار تو این زمینه دارن تلاش میکنن. من فکر میکنم واکنش جمعی، دست جمعی کارگرها به صورتهایی که مختلف، تجمعات و غیره، میتونه در این میان تاثیرگذار باشه. یادمون نره اون 1000 میلیارد تومانی که اختلاس صورت گرفته بود توسط دخالت رئیس مجلس این بایگانی شد و الان نباید این اتفاق صورت بگیره. الان چون این رقم این دیگه با حتی با اون 3000 میلیارد تومانی که اختلاس صورت که اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی بخش اعظم ثروت این کشور رو این 60 بالا کشیده و دو دستی تقدیم کرده به مدیرانش، به سپاه، به دادستانی، به وزارت اطلاعات، به خامنه ای. این چیز کمی نیست، همه بهره بردن در این میان به غیر از کارگرها متاسفانه. بله. نکته بیشتری داری در این رابطه بگی؟ من در این ارتباط همکارای خودم رو به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، به همکاران بازنشسته‌ای که در جای جای ایران هستن، فعالین کارگری در درون اینا هستن، من فکر میکنم که آسیبی که به جهت خدمات رسانی به کارگرها در ارتباط با تأمین اجتماعی تا به حال بوده، این با هیچ کدوم از اونا قابل مقایسه نیست. و اگر سکوت صورت بگیره در این ارتباط، اگر فقط اکتفا بشه به نامنگاری، اون وقت اینها در واقع مثل دوره قبلی که این اختلاس صورت گرفت، این مثلا بایگانی میشه. بنابراین 100% واکنش اعتراضی کارگرها رو در این ارتباط میطلبه. از اینکه در این گفتگو شرکت کردی ازت تشکر میکنم. همینطور، خسته نباشید. بینندگان عزیز، تخلف دیگری در جمهوری اسلامی توسط مقامات و مدیران جمهوری اسلامی این بار در سازمان تأمین اجتماعی اتفاق افتاده. در مقابل این تخلف و این اختلاس ها که این بار با از سفره خالی کارگران برداشت شده و اختلاس شده، نباید سکوت کرد. سخن روز رو ببینید که به ادامه همین بحث می پردازم.